How wide does it have to spread before you take notice? Protect yourself with Inchofin Insurance. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز در اقصی نقاط دنیا، در خدمتون هستم با برنامه دیگر از سری برنامه های نگاهی به بیمه و سرمایه گذاری. خب در هفته گذشته در خصوص ماه نوامبر صحبت شد. چرا؟ چون در ماه نوامبر هستیم، سعی داشتیم و داریم که توجه بیشتری داشته باشیم هممون، حتما در کامیونیتی، در اجتماع جامعه‌ای که هم داریم زندگی میکنیم برخورد داریم. اونایی که تو محل کارشون هستن حتما توی بوردشون، توی اطلاعیه هایی که میبینن مواجه میشن، نگاه میکنن که به شکل سمبولیک با نمایش سبیل میخوان یک مطلبی رو برسونن و حتما با واژه‌ای به نام نوامبر آشنا شدید. برای داشتن جامعه سالم چه باید بکنیم؟ موضوعیه که در مقاله هفته گذشته سعی داشتیم و داریم که راجعش صحبت کنیم. این مقاله پابلیش شد در وبلاگ ما و به تبع در جراید، هفته نامه ها، نظیر شهروند، سلام تورنتو، ایران استار، جوانان، دنیای ورزش، تماشا و شهر ما. هدف این بود که و هست که به سهم خودمون وظیفه‌مون رو داشته باشیم نسبت به جامعه. به چه معنی؟ به این که بتونیم راهکار مناسبی رو که میشه پیدا کرد رو با همکاری همدیگه بهش برسیم. اون راهکار چیزی هست در ماه نوامبر به نام نوامبر فاندیشن. بعد نیست بدونید در سال 2003 یه عده دوره هم جمع شدن، حدود 30 نفر، و چنین فکری رو بنا کردن و امروز بعد نیست بدونید که قریب به 6 میلیون حمایت کننده داره. یک عده خانوها حتی حمایت میکنن و با گذاشتن سیبیل آقایون و حتی به صورت سمبولیک خانوها این رو اطلاع رسانی میکنن، یعنی توجه به بیماری های سخت آقایان. بیماری سخت آقایان چیا هستش؟ حتما شنیدید، پروستات یکی از اوناست. این رو آشنا هستید که بیماری سختی که از ریسک و خطرهاییه که بشر امروز باهاش خیلی مواجه هست، با این در واقع خطر و اون خطری که از هر 3 نفر یک نفر در طول زندگیش دچار بیماری سخت میشه. خب ما این رو میدونیم، از طرفی هزینه سنگینی برای ریسرچ، تحقیقات باید بشه و میبینید که دولت به سهم خودش این کار میکنه. ولی کار قشنگتری که تو جامعه میشه وجود سازمانهای غیر انتفاعی هست، غیر دولتی هستش، که میاد کمک میکنه. این وظیفه رو به گردن دولت فقط نمیذاره و دولت هم اپریشیت میکنه، تشکر میکنه و میدونید که با هر مقداری که جمع‌آوری میشه دولت هم همکاری میکنه و مشارکت میکنه برای در واقع هزینه کردن تحقیقات و نهایتاً پیدا کردن راهکارهای مناسب و معالجه افرادی که در این خصوص نیازمند هستند. بیماری سخت، critical illness، مخصوص فقط آقایون نیست، مخصوص خانم ها نیست، فقط هم طبقه خاصی نیست، ولی بعضی از بیماری ها در یک سنینی بیشتر خودشون نشون میده. پس اگر ما یک مقداری آگاهانه عمل کنیم و بشناسیم ریسک و خطرهای دور برمون رو، اون موقع راحت تر میتونیم به سمت در واقع معالجه بریم. هر کسی در زندگیش یک توانی داره، توان پرداختی داره، بیشک انتظار نمیره که یک نسخه در واقع پیشفرضی رو همه دنبال کنن. من در شرکتمون همیشه توصیه میکنم به افراد که با توان مالیشون قدم بردارن. اینجوری نباشه که یک نرخی پرسیده بشه و اون رو بخوان جمع و تفریق کنن با هزینه های زندگیشون که آیا اینو میتونن تقبل بکنن یا خیر. در هر حال از اونجایی که ما
یکی از نگرانی هامون در زندگی ریسک و خطرهایی هستش که باهاش مواجه هستیم و یکی از اون ریسک و خطرها ریسک هلسمون هست، سلامتیمون هست، و یکی از ریسک و خطرهای هلس و سلامتی هم بیماری های سخت هست در زندگی اون، به خاطر آمار بالایی که داره، یعنی از هر 3 نفر 1 نفر. از طرف دیگه بیماری های نظیر پروستات، بیضه در آقایون بیداد میکنه در سنینی، و اگر این به موقع در واقع معالجه بشه و یا حتی مانیتور بشه، به عبارتی توجه بشه، دقت بشه و جلوگیری میتونیم بکنیم و عقب بندازیم بعضی چیزا رو. بعضی چیزا براش راهکاری هنوز پیدا نشده. متاسفانه آلزایمر یکی از اوناست که مربوط به بیماری های سخت هم هست. پس بد نیست با همکاری هم دیگه به این توجه داشته باشیم. در وبلاگمون coverforyou.ca که سعی شده و میشه که بتونیم مطالبی رو در هر هفته درش آپدیت بذاریم، به روز بذاریم، مطالبی در این خصوص هست. توجه شما عزیزان رو به این جلب میکنم که مطالعه بفرمایید. غیر از اینکه هر کسی میتونه توی در واقع تورانتو، در بزرگ شهر تورانتو به مجله‌های هفته نامه‌ها سری بزنه و مطالب ما رو بخونه، قطعاً اونایی هم که دسترسی ندارن میتونن به وبلاگ ما مراجعه بکنن و مطالب رو به روز داشته باشن. از طرفی توصیه میکنم صفحه ما رو، یعنی اینشوفین رو، در فیسبوک لایک کنید، چون مطالبی رو مشاهده میکنید که فکر میکنم اونقدر ارزش داره، چون از ادورتایز، آگهی و تبلیغات خارجه، چون سعی شده که اطلاعاتی رو به روز داشته باشیم و به سمع و نظرتون برسونیم. به یه میان برنامه توجه بفرمایید تا قسمت دوم برنامه مطالبی رو به صورت آمار خدمتتون عرض کنم. Looks like he needs a long-term physio. Uh-huh. Yeah, I won't be walking for quite a while. It looks like cancer to me. What? Yeah. Oh. You may not always be lucky. Get Inchafin Medical, critical illness, disability, and long-term care insurance. Don't forget your appointments! خب قرار بودش راجع به آمار صحبت بشه. بد نیست بدونید که در این ماه، یعنی در واقع نوامبر، سعی بوده که مشارکتی داشته باشه آنتاریو در تورنتو در روزهای دوم و هفتم. در واقع در این خصوص فاندریزینگ بوده در تورنتو و همینجور در بد نیست بدونید هنوز غیر از این دو برنامه در روز که گذشته، در روز 21 نوامبر در ونکوور هم برنامه‌ای در این خصوص هست. و بعد نیست باز بدونید که این سازمان، یعنی سازمان نوامبر فاندیشن، در این خصوص کاری که کرده اینی که از نظر رتبه 72 از 500 رو به خودش اختصاص میده در سازمان‌های غیر دولتی که سعی داره جمع‌آوری کنه در خصوص ماه نوامبر یا موامبر و هزینه بشه برای این خصوص. کشورهایی هم که در این خصوص در واقع فعالیت میکنن بعد نیست بدونید که شامل استرالیا که میشه گفتش که سهم بسیاری هم در این خصوص داره، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، هنگ کنگ، آلمان، ایرلند، نیوزیلند، نروژ، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و امریکا می باشه. با همجوری که در برنامه قبل عرض کردم با 30 عضو شروع کرده و در حال حاضر بیش از 5 میلیون عضو داره و بعدم نیست بدونید با رشدی بالغ بر 677 میلیون دلار سعی شده که فاندریزینگ بشه و این آماریه که تا سال 2014 هست، یعنی امسال هم قطعا سهم بیشتری رو به خودش اختصاص میده. همه سعی میکنن در واقع این اطلاع رسانی رو، این مشارکت رو داشته باشن. ولی ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما میتونیم با اخذ بیمه بیماری های سخت
و اون هم در زمان مناسب و به موقع خودمون رو پروتکت کنیم. یادتون باشه فقط مخصوص آقایون نیست، حتی برای بچه هامون توجه کنیم. پولاتون هم دور نمیریز ریخته نمیشه، چون در نمونه از این نوع بیمه ها شما میتونید این توجه داشته باشید که با پرداخت محدوده زمانی مثل حتی 10 سال 15 سال و 20 سال از اون ور بدون پرداخت در تمام عمر کل عمر بیمه باشید، و اگر زمانی هم احتیاج داشتید پولهایی رو که پرداخت کردین طبق شرایط بیمه نامه میتونید دریافت بکنید. و این فکر میکنم با توجه به ریسک و خطری که تک تک ما باهاش برخورد داریم، یعنی اینکه از هر 3 نفر یک نفر دچار بیماری های سخت میشه، خیلی خیلی پلن مناسبیه و فقط مختص میل نیست، جنس مرد نیست، فقط مختص خانمان نیست، مربوط به همه ماها میتونه باشه. ما با توجه به روبه رشدی که داریم، سنمون و طول عمر بیشتر، این رو بایستی حائز اهمیت بدونیم در زندگیمون. شرکت ما حاضره که هر نوع مشاوره‌ای رو به صورت رایگان در این خصوص، برای اینکه فکر میکنه وظیفمون هست که تو جامعه اطلاع رسانی کنیم، به سهم خودمون داشته باشیم. پس اگر سوالی دارید با تلفن ما 905-372-11 در تورانتو و به ایمیل ما info@inshofin.com همچنین به وبلاگ ما مراجعه بفرمایید، در خدمتتون هستیم. امیدوارم که همتون سلامت باشید و شاد باشید، و بیمه فقط براتون آرامش خاطر و در زمان نیاز بتونه راهکار مناسبی رو که اختیار کردین به دادتون برسه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Don't leave your family alone. Get your life insurance through Inchiffin.